اخیراً محمد علی ابتهی سخنان دکتر مهدی خزعلی را که در مصاحبه با حسین دهباشی در ارتباط با تنها گذاشتن شیخ مهدی کروبی توسط روحانیون اصلاحات در سال 88 مطرح کرده بود را تکذیب کرد. تکذیب سخنان دکتر مهدی خزعلی توسط محمد علی ابتهی حاشیه‌های زیادی را در فضای مجازی به همراه داشت. در همین ارتباط گفتگویی را داشتم با دکتر مهدی خزعلی که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. آقای خزعلی، سپاسگزارم از اینکه مجدداً وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید تا گفتگویی رو با بینندگان دور تیوی داشته باشیم. با سلام به شما و بینندگان عزیز و تبریک میلاد سامن الحجج. آقای خزعلی، اخیراً آقای ابتهی یک سری از سخنان شما رو که در اون مصاحبتون با آقای حسین دهباشی داشتید در ارتباط با تنها گذاشتن آقای کروبی در سال 88 توسط روحانیون اصلاح طلب تکذیب کردن، به خصوص اون راهپیمایی رو که شما خاطرش رو در مصاحبتون با آقای دهباشی بیان کردید. لطف کنید و توضیحاتی رو پیرامون این مسئله جدیدی رو که پیش اومده، خب حاشیه‌های زیادی رو داشت در فضای مجازی زمانی که آقای ابتهی تکذیب کردن، بعد شما اومدید یک سری سخنان رو در جوابش گفتید، لطف کنید این مسئله رو واسه بینندگان دور تیوی باز کنید تا از زبان خودتون بشنون. عرض کنم ببینید، ماجرا، اصل ماجرا این بود که من خدمت آقای کروبی گفتم حالا که اجازه راهپیمایی و تجمع نمیدن، بیایید به سبک تاسوعا و عاشورای سال 57 که آقای شهید مفتح از تپه های قیطریه حرکت کرد، ما از تپه های قیطریه حرکت کنیم و به سبک امام رضا که امروز تولد امام رضاست، که ایشون پای پیاده و پای برهنه، نه با مرکب، پیاده شد با جمعیت به سمت مصلای نماز عید فطر و با اون شعارهای زیبای دعاهای عید فطر حرکت کنیم. آقای کروبی پسندید، گفتم شرطش اینه که مثل زمانی که آقای مفتح جلوی صف بود، امروز هم روحانیون مبارز و اصلاح طلب جلوی صف حرکت کنن. گفت خیلی خوبه، دعوت میکنیم، اما بعید میدونم اجابت کنن. قرار شد بدون اینکه بگوییم بابت چی هست، تلفنی هم نباشه، چون اگه تلفنی باشه یا بگیم بالاخره شنود میشه، با آقایون یه زنگ میزنن تهدید میکنن، هیچکی نمیاد. فقط بنا شد بگیم که آقا امشب ساعت 9 شب منزل آقای کروبی یک جلسه ایست تشریف بیارید. اون مسئول دفترشون فکر میکنم آقای مولایی بود. قرار شد همه رو دعوت کنن، یک نفر رو به خاطر مسائلی و اینکه سر راه منم بود، اون مسائلشون نمیخوام بگم به چه دلیل، قرار شد من دعوت کنم. اون هم آقای موسوی خوینی ها بود که شخصا نامه مکتوب شد دیگه این قضیه. نامه رو بردم خیابان بهار، مجمع روحانیون مبارز اون موقع اونجا بود، شخصا بردم دادم و بقیه هم دعوت شدن توسط مسئول دفتر آقای کروبی. شب ساعت 9 شب که اومدیم، فقط هادی قفاری اومد، هیچ کس دیگه نیومد و آقای کروبی هم گفت دیدی گفتم نمیان. و بعد حکایتی هم بعدن حکایتی هم برای خود من تعریف کرد. تا اینجا میخوام بگم که تموم شد این قصه. آقای قفاری هم گفت اصلا نمیشه، شدنی نیست، اگر بفهمن از خانه های ما نمیذاره حرکت کنیم، چه برسه به تپه های قیطریه. قضیه منتفی شد، ما هم دعوت به راهپیمایی نکردیم. و اونجا درد دلی هم آقای کروبی با من کرد و اون این که ببین آقای منتجب نیا اومده همینجا، گفته من که چند شب روزه دارم تو مسجدم. منم گفتم آقای فلانی بنویس یه شب شما بریم. گفت نه نمیخواد شما بیان، اگه بیان که در مسجد منو میبندن، میخواستم خرج یه شبو بدین. آقای کروبی گفت ببین قائم مقام خود من تو مسجدش نمیتونه من رو بپذیره و شرایط انقدر سنگینه، چه میخواد آقایون بیان تو صف اول راهپیمایی. این گذشت. در این قضیه آقای خاتمی اصلا در جریان نبود، دعوت هم نشده بود. طبیعتا آقای خاتمی این چیزی که آقای ابتهی نوشته و بعد انصاف نیوز مزدور اطلاعات نوشته، خاتمی و خوینی ها دو نقطه
خزعلی دروغ میگوید. آقای خاتمی کی همچی حرفی زده؟ اصلا ایشون نه دعوت شده بوده نه در جریان بوده و نمیتونه محلی برای این شهادت باشد. آقای موسوی خوینی هم نمیدونه چه خبر بوده، فقط میدونه یک کاغذ و دعوتنامه اومده از طرف شیخ اصلاحات که 9 شب تشریف بیارید منظر ما جلسه است، که اجابت نکرده. طبیعتا ایشون هم در جریان جلسه ما نیست. من هستم و آقای کروبی و آقای قفاری. کسی دیگه ای بخواد این قضیه ها تکذیب کنه واقعا نابجاست و نابخردانه است و کینه ورزانه است. کسی دیگه ای حق نداره و آقای ابتهی کار بدی کرده. من در اونجا نوشتم که طبیعتا در این شرایطی که من در فشارم، الان مزاحم خانواده من میشن، همین امروز متاسفانه باید عرض کنم که مزاحم بیت شریف حضرت آیت الله موسوی بجنودی شدن به خاطر بنده، و من از همینجا میگم آیه خامنه ای فرزند شما شاگرد ایشون بوده، به حرمت استادی مزاحم بیت استاد نباید میشدن آقایون. یه تذکر به اینها بدین که مزاحم بیت استادشون نشن و این گونه رفتار نکنن. به هر حال مزاحمت ها هست و من هم مثل زمان شاه که مقطعی از مبارزه در زندان بود، مقطعی در تبعیدگاه بود و مقطعی در حال تعقیب و گریز با سواکی ها، امروز هم بالاخره مزدوران دادستانی دنبال من هستم و من هم محکم ایستادم، البته به دلیل مناسب و مناسبتی ایستادم. بعدش میام اوین رو روی سرشون انشاءالله خراب خواهم کرد مثل قبل و باز هم با اعتصاب قضا یک مبارزه مردانه جدی رو به نمایش خواهم گذاشت، شک نکنید. اما فعلا تا مراسم دخترم صبر میکنم، بعد به اوین خواهم آمد و آنجا رو روی سرتون انشاءالله خراب خواهم کرد. اما قصه ما با آقای ابتهی، امروز به ایشون گفتم یک عذرخواهی بکنید، من مصاحبه ای دارم تا کمی دیگر، بلکه تلطیف کنم و مطالب را ندیده و نشنیده بگیرم. خب نشده، هنوز پاسخی نیومده و ایشون فقط گفتن که آقای خاتمی و خوینی ها از من خواستن اینو بنویسم، من چرا باید این دعوا بشم؟ من به آقای خاتمی میگم آقای خاتمی اگر شما خواستید مطلبی تکذیب شد که نه دعوت شده بودید و نه در جریان بودید، واقعا جای تأسف داره. من یقین دارم سید خندان اصلاحات چنین نخواسته و از همینجا میخوام آقای خاتمی اصلاح کنه. آقای خوینی ها هم خب اگه ترسیدی نیا عزیز من، دیگه چرا منو تکذیب میکنی؟ شما تو این 8 سال مبارزه مردم یک کلام در دفاع از مظلومین، در دفاع از حس، در دفاع از موسوی، در دفاع از کروبی اصلا حرف زدید؟ در دفاع از مردم آیا یک دونه مجلس ختم یک شهید جنبش سبز رفتید؟ آیا گامی برداشتید؟ حالا میخوان مجاهدان رو شما تکذیب کنید؟ شما چه کاره هستید که همچین کاری بکنید؟ شما قدمی بردارید اول با ملت، یک گام در کنار ملت باشید؟ فقط شما ببخشید استفاده کردید از دیوار سفارت اگه بالا رفتین که ما رفتیم جنگشو کردیم، سختی هاشو مردم ما کشیدن، شما دیوار سفارت آمریکا رو بالا رفتید، ما الان داریم قریب 14 هست خسارتشو میدیم. آقای موسوی خوینی ها این تکذیب شما بر من گران است و شاهدش مسئول دفتر آقای کروبی، آقای کروبی و دیگران. به حسین آقای کروبی هم گفتم که از شیخ اصلاحات این مطالب رو تاییدیش رو بگیرن و انشاءالله منتشر کنن. اما چرا این اتفاق افتاد؟ اینو من میخوام بگم، درد اینجاست. همون موقعی که آقای محمد علی ابتهی رو گرفتند، یکی از روحانیون مبارز تو سرش زد، گفت وای بیچاره شدیم، الان به خاطر مسائلی که از او دارن و نقاط ضعفی که از او دارن که عمدتا اخلاقی است، با تعبیری که او میخواد بکنه، من اون تعبیر رو کار نمیبرم، هرچه میخواهند او میگوید. و چون این شد آقای ابتهی عزیز جلوی شما عکس هایی گذاشتند، فیلم هایی گذاشتند که شما ناچار به همکاری شدید. همون موقع من بلافاصله مقاله ای نوشتم که جلوی این مسائل رو بگیرم، نوشتم که فیدل کاسترو رو، رهبر انقلاب کوبا رو، کشوندن به یک خانه پرستو به عنوان خودشون، با یک بدکاره ای رو هم بستر کردن، فیلم برداری کردن، عکس ها رو فرستادن برای فیدل کاسترو برای اینکه معامله کنن که از مواضع انقلابیش کوتاه بیاد. فیدل کاسترو عکس ها رو گذاشت دور همسرش، گفت یاد بگیر. بعد یه سخنرانی کرد، گفت اینها میخواهند با این عکس ها من رو سر میز مذاکره بنشونن، با من معامله کنن، من مملکتم رو نمیفروشم. در اونجا نوشتم ببینید هر کسی
ممکن است خطای شخصی داشته باشند. اولا تجسس در زندگی خصوصی مردم خلاف شرع، خلاف قانون و حرام است. استفاده ابزاری از این عکس ها خلاف شرع و قانون و حرام است. اما عزیزان من، اگر یه همچین کاری با هاتون کردن، خطای دوم و سوم و چهارم رو مرتکب نشید. بگید ما این کار رو کردیم و تمومش کنید. خطاهای بعدی مصیبته. من کاری ندارم که آقای ابتهی یه همچین عکس هایی داشته یا نداشته، به من چه؟ اما به خاطر اون عکس ها اگر مصاحبه کنی بگید در انتخابات 88 تقلب نشده است، اگر اتهامات اخلاقی به سید اصلاحات خاتمی بزنی، اگر بیای مهدی خزعلی رو تکذیب کنی، این مورد سوال ماست. چرا این کارو میکنی؟ پدر شما به عنوان ملاقات با امام زمان ظهر نهار رو با امام زمان میخورد، فالودش رو بعد از ظهر با امام زمان میخورد، کتابهایی منتشر کرد و مسائلی و خانمهای دور خودش جمع کرد، نهایتاً پرونده اخلاقی سنگینی براش درست کردن. خب آروم رفت چالوس یه باقی گرفت، شروع کرد پرورش گل و دیگه کاری به روحانیت و این مسائل نداشت. ساکت شد، نیومد دیگه حرفی بزنه. شما هم به جای اینکه این دست گلها رو به آب بدی، برو تو باغ گل پدرت گل پرورش بده. این دست گلها رو به آب نده عزیز من. حالا پرونده باید درست کردن، بنا نیست که به همه عزیزانی که ایستادند به اونها شما حمله کنید، بنا نیست به بازجوها باج بدید. بشین ساکت باش و شلوغ نکن. آقای خاتمی هم باید بدونه وقتی میری افطار منزل آقای ابتهی، این همون کسیه که به شما نسبت اخلاقی داده در اونجا، این همون کسیه که داره حمله میکنه. آقای خاتمی، یه روز گفتم به شما اکبر خوشگوش یک قاتل زنجیره ایست، یک قاتل، میدونید دیگه قطعهای زنجیره ای رو. چرا باید کنار شما باشه؟ چرا باید کنار سید حسن خمینی باشه؟ چرا باید کنار فرزندان هاشمی باشه؟ خب اکبر خوشگوش از کنار شما دور شد، دیدم بی آبرویی است. امروز میگم آقای ابتهی بعد از اون اعترافات، بعد از اون مصاحبه که تقلب نشده است و غیر و ذالک، چرا باید کنار شما بنشینند و چرا باید اجازه بدهید؟ تازه امروز میگوید خاتمی از من خواست که به خزعلی حمله کنم. آقای خاتمی چه خبر شده؟ چرا باید اجازه همچین حرکاتی رو بدهیم؟ شما مقابله نمیخوام بکنیم با این دردها؟ و امروز باید آقای ابتهی که وقتی آزاد شد هیچ کس با او ارتباط نداشت، من دیدم ممکن است اطلاعاتی ها از او استفاده کنن، او رو دعوت کردم به دفترم، عکسی با او منتشر کردم که در واقع بگویم علی رغم تمام فشارها اون اعترافات خونسا، او در کنار ما باید باشن. اون آوردم این ور که اون اعترافات خونسا کنم، نه اینکه امروز در داخل اردوگاه ما بیاید و مدعی باشد و ما را متهم به دروغ کند و ضعف خودشون رو بپوشانند. نه خیر، همه شما روحانیون سازش کردین، هیچ کدام زندان نرفتید و هیچ کدام سر موضعتون نایستادید و هیچ کدام از شیخ اصلاحات و سید مظلوم ما دفاع نکردید. کجا دفاع کردید؟ الان که به بوی دولتی میاید و چهار تا پست رو برای خودتون طراحی میکنید، الان اومدید وسط، الان دوباره گرفتن پست ها و راند ها و قصه های بعدی هستید. اون روزهای سخت مهدی کروبی تنها به خانه ما آمد. وقتی که مهمانان دیگری هم داشتم، بعدن به من گله کردن چرا نگفتی مهمان تو کروبی هم خانه توست. از اون موقع با من قطع ارتباط کردن، چرا کروبی رو دعوت کردی به خانه‌ات؟ در همون موقع پای پالتاک با 450 نفر عضو مصاحبه برای کروبی گذاشتم. اون موقع رسانه‌ای نداشت آقای کروبی، اون موقع همین آقایون کجا بودن؟ امروز شما میخواهید مرا تکذیب کنید؟ خدا شما را تکذیب خواهد کرد و این نور الهی است که بایستی کامل شود، هرچند که کافران را خوش نیاید، این نور الهی کامل خواهد شد. آقای خزعلی سپاسگزارم. موفق باشید.